تحولات در بلخاب سرعت بیشتر گرفته است. شورای مقاومت ملی از ممنوعیت سفر دو مقام طالبان استقبال کرد. چه کسانی انتحاری ها را با موترهای زرهی و شیشه سیاه تا دروازه ادارات دولتی می آوردند؟ رهبر مذهبی طالبان از مؤسسات خیریه و نهادهای بشردوستانه خواستار کمک شد. پیدا شدن پیهم جسدها از دریای پنجشیر، جسد یک جوان با دستان بسته از دریای شتول پیدا شد. گزارشات ضد و نقیض در مورد زلزله پکتیا و پکتیکا و خوست. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای خبری روزانه ما با خبر شوید. مشروع اخبار افضل امیری در برگه فیسبوکش می نویسد: ارزیابی از سازمان ملل نشان داد که 225 نفر در خوست و پکتیا کشته شدند، اما معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کابینه طالبان گفت 920 نفر کشته شدند. انتشار ارقام غیر واقعی از سوی طالبان می تواند دو دلیل داشته باشد. یکی این که طالبان با بزرگنمایی فاجعه در تلاش جذب کمک ها و حیف و میل آن هستند، یا این که طالبان پکتیایی و خوستی را 4 نفر حساب می کنند. پیدا شدن پیهم جسدها از دریای پنجشیر، جسد یک جوان با دستان بسته از دریای شتول پیدا شد. روزنامه 8 صبح در برگه فیسبوکش می نویسد: 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر از پیدا شدن یک جسد تیرباران شده با دستان بسته از دریای این ولایت خبر می دهند. این جسد روز چهارشنبه 1 سرطان از دریای پنجشیر در مربوطات کورابای ولسوالی شتول یافت شده است. با گفته منابع این جوان حدود 25 تا 30 سال سن دارد و تا هنوز هویتش معلوم نیست. پیش از این نیز 3 جسد از دریاهای ولسوالی های خنج و شتول ولایت پنجشیر پیدا شده است. رهبر مذهبی طالبان از مؤسسات خیریه و نهادهای بشردوستانه خواستار کمک شد. پیک آفتاب در برگه فیسبوکش می نویسد: مولوی حیبت الله آخونزاده، رهبر مذهبی طالبان، در پیامی از جامعه بین‌المللی و مؤسسات خیریه و نهادهای بشردوستانه خواستار کمک به آسیب دیدگان ناشی از زلزله در ولایتی های پکتیا و خوست شدند. پیک آفتاب: رهبر مذهبی طالبان در پیامی که امروز چهارشنبه اول سرطان منتشر کرده، از خداوند جل جلاله خواسته است تا مردم افغانستان را از امتحانات و مصیبت ها در پناه خود نگه دارد. از الله تعالی التجا مندم که ملت بیچاره ما را دیگر از امتحانات و مصیبت ها در پناه خود نگه دارد. در پیام وی همچنان تصریح شده است: از جامعه بین المللی، مؤسسات خیریه و نهادهای بشردوستانه می خواهیم که در این مصیبت بزرگ از افغانستانی ها دستگیری نمایند و از هیچ گونه مساعدت به آسیب دیدگان به هر اندازه که امکان دارد دریغ نورزند. چه کسانی انتحاری ها را با موترهای زرهی و شیشه سیاه تا دروازه ادارات دولتی می آوردند؟ مختار وفایی در برگه فیسبوکش نوشته است: فاروق وردک، چهره سیاسی متهم به فساد و اختلاس 700 میلیون دلاری در دولت‌های پیشین افغانستان، روز سه‌شنبه 31 خرداد در ملاقات با مولوی متقی، وزیر خارجه طالبان، سلطه و حاکمیت طالبان بر افغانستان را به رهبران این گروه تبریک گفت. وردک کشته‌های طالبان را شهدای راه حق خواند و گفت سلطه طالبان بر افغانستان باعث برقراری امنیت سراسری شده است. شورای مقاومت ملی از ممنوعیت سفر دو مقام طالبان استقبال کرد. اندپندنت فارسی در برگه فیسبوکش نوشته است: شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز سه‌شنبه 31 خرداد 21 ژوئن از اقدام سازمان ملل متحد در اعمال ممنوعیت سفر برای دو مقام ارشد طالبان استقبال کرد و از این سازمان خواست تا تحریم سفر را برای بقیه سران این گروه نیز اعمال کند. در همین حال وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه اول تیر
22 ژوئن با انتشار بیانیه به این تصمیم سازمان ملل واکنش نشان داد و این تحریم ها را کار بیهوده و تجربه ناکام گذشته خواند. پس از آن که سازمان ملل به دلیل ادامه محدودیت ها بر تحصیل دختران در افغانستان معافیت از تحریم سفر را برای عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان و سعید احمد شهید خیل معاون وزیر وقت طالبان تمدید نکرد، وزارت خارجه این گروه در بیانیه این اقدام سازمان ملل را به نتیجه خواند و اعلام کرد. وزارت خارجه طالبان بر اساس توافقنامه دوحه لغو دائمی تحریم های وضع شده بر سران این گروه را حق خود می داند. در همین حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از رهبران جهودی پیشین افغانستان تشکیل شده است با انتشار بیانیه تاکید کرد که سران گروه طالبان از لغو موقت تحریم سفر به سود شخصی خود و برای ادامه فعالیت های دهشت آفرین خود استفاده کردند. این شورا سازمان ملل خواست معافیت از تحریم سفر 12 عضو دیگر گروه طالبان را نیز بردارد و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2011 معافیت از تحریم را برای همه سران این گروه لغو دارایی های آنها را بلوکه و رسال سلاح برای این گروه را ممنوع کند. در ژوئن 2011 شورای امنیت سازمان ملل 14 عضو ارشد طالبان را به دلیل دست داشتن در فعالیت های تروریستی تحریم کرد، اما در سال 2019 و در بهبوهای گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان این افراد موقتا از تحریم سفر معاف شدند تا بتوانند برای شرکت در گفتگوهای صلح سفر کنند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 30 خرداد گزارش داد که سازمان ملل معافیت از تحریم سفر را برای دو تن از سران طالبان تمدید نکرد، اما دیپلمات های سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفتند که معافیت از تحریم سفر برای 12 تن دیگر از سران طالبان برای دو ماه دیگر تمدید شد. معافیت از تحریم سفر هر 14 نفر 20 ژوئن به پایان رسید. دیدبان حقوق بشر تاکنون بارها از سازمان ملل خواستند که معافیت از تحریم سران طالبان را لغو کند و به سران این گروه اجازه سفر داده نشود. حیدر بار مسئول بخش حقوق زنان دیدمان حقوق بشر در بیانیه‌های متعدد تاکید کرد که لغو تحریم‌ها بر طالبان دست این گروه را در توسعه افکار افرادگرایانه باز گذاشته است. او از سازمان ملل خواست از تحریم سفر طالبان به عنوان احرام فشار بر این گروه استفاده کند تا زمینه دسترسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور به حقوق اساسی آنان فراهم شود. جعفر عطایی در برگه فیسبوکش می نویسد تحولات در بلخاب سرعت بیشتری گرفته است. طالبان در اطراف بلخاب تلاش به تجمع نیرو دارند. همزمان هیئت مرکب از مولوی قانت، مولوی عبدالله سرحدی و سید صوفی گردیزی از طرف طالبان آمده اند که گفته می شود از طرف فرمانده مهدی به آنها اجازه ورود به بلخاب داده نشده است. در قسمت طالبان ازبک هم گفته می شود تنش‌ها میان طالبان پشتون و آنها بیشتر شده است. مولوی مخدوم عالم بندر اقینه را کاملا از کارمندان پشتون پاکسازی کرده و به دنبال آن درگیری هم میان آنها اتفاق افتاده است. از جانب طالبان قاری فصیح الدین مسئول جنگ بلخاب تعیین شده است، در حالی که درگیری فصیح الدین با بچه ملا عمر هم در رسانه‌ها مطرح است. شاید وضعیت قومی فصیح الدین که از پدر تاجیک و مادر ازبک است در تعیین او به عنوان قماندان جنگ بلخاب به تأثیر نباشد. خیلی ها به این نتیجه رسیدند که جنگ بلخاب اجتناب ناپذیر شده است و هر دو طرف برای جنگ آماده می شوند. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.